آقای دکتر فهمودن بریم دنبال تولید نریم دنبال مصرف، من اینو قبول ندارم. ما به اندازه بیشتر از این که لازم باشه دنبال تولید رفتیم. ببینید تولید پول میخواد ولی مصرف عقل میخواد، و ما چون همیشه پولدار بودیم، برای ما پول خرج کردن برای بالا بردن میزان تولید آسان‌تر بوده. حالا اصلا اگه فسادو بذاریم کنار، چون توی کم کردن مصرف سخت‌تر فساد در بیاری، ولی توی تولید چیز هست. لذا من معتقدم ما تمرکزمون بیش از حدی که باید روی مصرف، روی درست مصرف کردن بوده باشه، رفته روی بیشتر تولید کردن. معلوم بود به اینجا میرسیم، به جایی میرسیم که خر... که لاک پشتوار با توجه به پولی که داریم، لاک پشتوار ظرفیت تولیدمون رو بالا داریم میبریم و خرگوشوار مصرفمون داره میره بالا. این مسابقه به جایی نمیرسه. اما چیکار باید کرد؟ بریم دنبال سیاست گذاری. من معتقدم با این روش و این سیستم انرژی ما با وصل پینه درست نمیشه. حالا امروز اینو اینجوری کنیم، فردا اونجوری کنیم، نه قطعا نمیشه. و اتفاقا ما دنبال همین راه غلط هم داریم میریم. من معتقدم که باید ما یک اتاق فکری، یک سری افرادی خارج از اونهایی که الان درگیر امور روزمره هن بشینن، بهشون وقت بدیم، پول بدیم، امکانات بدیم. اما یادمون باشه پیش شرطش شجاعت و صداقته. گام اولی ما اینو نداریم در سیستم سیاست گذاری انرژی. به نظر من این دو کالا گیر نمیاد، شجاعت و صداقت. این رو باید ایجاد کنیم، یک سری افراد رو جمع کنیم، بگیم آقا بریم بشین، نه یک ماه، آقا هر چی میخواد طول بکشه، یک سیاست انرژی واقع بینانه همراه با اصلاح رفتار مردم، یعنی همه زوایا رو ببینه و این کار رو انجام بده. دو تا مورد دیگه بگم. قیمت، آقای دکتر به درستی میفرمایند قیمت همه قیمت نمیشه. من میگم ببینید این یک نسخه، این یک آیتم توی نسخه داره، قرص داره، شربت داره، آمپول داره، فلان. آمپول قیمته. من اعلام میکنم مطمئن نمینی که بله قیمت تنها آیتم برای درست کردن سیستم انرژی نیست، ولی حتما باید یکی از اجزایش باشه. و اتفاقا به نظر من یکی از اجزای مهم میشه آمپوله، در واقع دردش هم بیشتره. ولی اگر آمپولو نزنیم مریض ما روز به روز بدتر میشه. مورد نهایی عدالت اجتماعی. ببینید مردم الان میگن اگر که قیمت بنزین گرون بشه، حتی دولتی ها میگن این دور از عدالت اجتماعیه. از نظر من این عین بی‌عدالتی اجتماعیه. چرا؟ ببینیم الان چه وضعیتی داریم. آمار رسمی مملکت میگه دهه دهم، دهک پولدار جامعه 17.5 برابر، حداقل 17.5 برابر دهک اول داره از یارانه انرژی بهره مند میشه. خب اگه برعکس بود، این بله بالا بردن قیمت عدالت بی عدالتی بود، ولی الان پولدارا دارن 17 برابر فقیرا از بودجه فقیرا استفاده میکنن. یعنی با ما اینو دیگه، من فکر نمیکنم اینو کسی نتونه متوجه بشه. الان این وضعیت یارانه انرژی دارن بی پولا یارانه میدن به پولدارا. اگر درست ادامه بدن، باید ما زمان از دست دادیم و نباید دنبال سیاست کوتاه مدت و آقا در کوتاه مدت چیکار میشه کرد. به من جمله پایانیم این باشه که اولا این یک مسئله حکمرانی است، این فراتر از دولته. نکته دیگه اینه که ما نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم. من محاسبات رو کردم، ما ارزش انرژی مصرفی کشور بیش از 40%، حدود 42% جی دی پی کشوره. خودرویی که دست مردم میرسد گران است. بله یعنی مصرف کننده داره خودروی گران، مصرف کننده واقعی داره خودروی گران میخره. این اصلا شکی درش نیست. ولی آن چیزی که در حقیقت با سر راجب این سیاست گذاری قیمت های دستوری، حالا دوستان اقتصاددانم، من به بحث تیم بغض ورود میکنم، ما حتی همه چیز دوچار بحران سیاست گذاری قیمت دستوری. همه این ناترازی انرژی که داریم، چه آب، چه ما رانت مافیای آب داریم، رانت مافیای برق داریم، رانت مافیای سوخت داریم، همه اینا رو داریم، رانت مافیای مصرف گاز داریم، گاز تو فولادها مثلا تونی حداقل 120 دلار توی بحث فقط برقش داره در حقیقت سوبسید داده میشه، یعنی یارانه داده میشه. همه جا پس اینا رو داریم.
من یک دو تا نکته بگم. سال 99 ایران خودرو اوریج قیمت فروش خودروش به دلار آزاد 3800 دلار بود. تو کجای دنیا خودروی 3600 دلاری پیدا میشه؟ بر اساس صورت‌های مالی ها. یا سایپا 2800 دلار بود اوریج بر اساس دلار قیمت آزاد. همین امسال که حالا این چند وقتی حالا یه سال دو ساله قبل صحبت شد، الان اومده بودم 5500 دلار دو تا خودروساز اوریج فروش خودروشونه بر اساس دلار آزاد. کجای دنیا الان خودرو 5500 دلار پیدا میشه؟ پیدا نمیشه. خودروهای اقتصادی تو دنیا یه زمانی ال90 یا لوگان که رنو طراحی کرد تمرکزش بر اساس بر استانداردهای اون زمان، سال فکر میکنم مثلا میشه 2001-2002 چیزش تارگت پرایسش یا قیمت هدفش این بودش که بیاد یه خودروی 6000 دلاری تولید بکنه تو سطح دنیا در حقیقت بفروشه، که اومد بودن 6500 دلاری عددش شد. الان دیگه با توجه به استانداردهایی که هست امکان نداره دیگه خودروی اقتصادی 6500 دلاری بشه تولید کرد. این اومده اوریجش حدود 9000 دلار، یعنی عدده تغییر کرده. پس ما الان از خودروسازمون انتظار داریم استاندارد 85 گانه هم داشته باشه، پدستریان تست عابر پیاده هم داشته باشه، همه اینا هم داشته باشه، بعد 5500 دلار مثلا فرض کنید شورای رقابت یا هر نهادی که اومده بحث قیمت گذاری دستوری داره با این قیمت هم شما باید بفروشید. خب اینو دوچار بحران کرده است. من اصلا لوازم من الان بعضی جا بحران امنیتی درست کرده. همین خودروهای پارسی که 150000 تا خودروساز سال گذشته اجباریش کردن بفروشه تو وزارت اقتصاد، الان بحران ایجاد شده. یه پرچم دست میگیرن میرن دم وزارت خونه، یه موقع میان دم خودروساز و همه هم موندن و از این برم استاندارد میگه آقا باید مطابق استاندارد و درستم میگه استاندارد که آقا مطابق استاندارد تولید کن. خودروساز هم این خودرو رو اگر تولید کنه حداقل هر خودرو 130 میلیون تومن زیان میده. پس ما مشخص بشه به خاطر سیاست گذاری دستوری خودروساز داره زیان میده، یعنی ما این زیانی که داره انباش میشه به خاطر قیمتهای دستوری. باز دوباره من مطلبی عرض کنم. من به عنوان در حقیقت کارشناس صنعت خودرو که توزیع صنعت خودم فعالیت دارم، ما علاقمندیم که اتفاقا خودرو وارد بشود. خودرو وارد بشود، این خودروساز داخلی ما با همه عیب و ایرادهایی که داره و منم اعتقاد دارم عیب و ایراد داره میتونه رقابت کنه با و البته استاندارد 85 گانه هم باشه، نره که مثلا خودرو هندی بیاد که این استاندارد رو نتونه رعایت کنه. استاندارد 85 استاندارد هم باشه ما میتونیم به خودرو ساز چینی اروپایی اینا رقابت کنیم. یعنی این اوریج اگر بیاد 5500 دلار خودرو ساز بیاد روی 8500 دلار بفروشه، قطعا سود میتونه کنه. این سود میتونه بره به سمت توسعه محصولاتش. مصرف سوخت 200 میلیون دلار ما الان نیاز داریم که یه خط موتور حدود 800 الی 1000 دستگاه 1000 دستگاهی داشته باشیم در روز که مصرف سوخت اوریج خودروساز رو یه چیزی نزدیک 37-8 درصد بیاریم پایین، یعنی از 8 لیتر بیاد 5 لیتر بشه. نیست، پول نیست. وقتی که پول نباشه نمیشه شما تو حوزه کیفیت و سرمایه گذاری تو حوزه محصول بیای هزینه کنی. قیمت های دستوری همون جور که اومده، قیمت دستوری برای بنزین که اومده بودن حدودا 5 سنت الان باعث این ناترازی شده، صنعت خودرو هم دوچار چالش کرده، صنعت برقمون هم دوچار چالشه. طرحهای زیادی هست، یکی هم نیست. یه طرح رفاه هست، اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی که مجلس و وزارت اقتصاد چیز میکنن، اصلاح قیمت و توزیع یارانه است که آقای دکتر فرمودن، افزایش تدریجی نرخ کارت جایگاه هستش، راحل های فنی مدیریت سوخت مصرف، شناسایی خودرو، مثلا ببینیم خودرو چی کار میکنه هر لحظه، مثل الان مثلا اتوبوس ها و کامینا هر لحظه رفتارشون توی سامانه ثبت میشه و اینم میتونه باشه.
شناسایی مثلا قیمت‌های پلکانی، سهمیه ها زیاد هست از اینا، عکس عوارض آلایندگی، این هم یکی از چیزاییه که، و حتی مثلا یه طرح یکسانسازی نرخ بنزین. من عرض نکردم به تولید بیشتر به برزه، مرز کردم که چون این درست یا غلط مسئله از بخش اقتصادی رفته به یک بخش سیاسی اجتماعی، همین مسئله که مثلا پولدارا 17.5 برابر بیشتر میبرن، اینا من صحبت کردم با بعضی از کسایی که مثلا پراید دارن، اینا میگن باش ما اینو قبول داریم، ما اینو قبول داریم، ولی قیمت رو نباید ببریم بالا. عرض من اینه که جامعه افتاده به این چیزی که اعتماد به دولت نداره. دولت ابتدا باید چیکار کنه؟ اعتماد سازی بکنه، کانفیدنس بیلدینگ به قول معروف. اعتماد سازیش هم اینه که یه جاهایی حتی اگر به اصطلاح از در دراز مدت براش نفعی نداره و ضرری هم داره، در کوتاه مدت به حرف مردم گوش بده. عرض بنده این بودش که یکی مثلا آزادسازیش میتونه این کار بکنه، دوم ما بیایم و واقعا سی ان جی رو جدی بگیریم کار بکنیم. مثلا آقای شهردار تهران اومدن چند تا دستگاه به اصطلاح چند تا جا رو گذاشتن برای شارژ ماشینای برقی. خب تو میومدی نگاه میکردی که با یه باک گاز از کجای تهران به کجا میشه رفت و چه مقدار نمیشه رفت، اونجا رو مثلا برمیداشتی یه دونه اضافه میکردی. یا الانجی مثلا گاز مایع شده رو مثلا ما حتی در اندازه تریلیا میشه ذخیره کرد و برد یه جاهایی این رو به مردم ارائه کرد.